با لبخند وارد شوید. این شعار کافه دایی بود. کافه بدون وحشت‌های آلمپو، بدون ناامیدی‌های بوکوفسکی، بدون تلخی‌های خنده چاپلین، بدون وهم ماکوندوی مارکز. کافه‌ای که همه ی حالش برامون نوستالژی گرامافون دایی بود. کافه‌ای که غم می‌رفت توش، شادی می‌اومد بیرون. قهر می‌رفت توش، آشتی می‌اومد بیرون. نفرت پامیزاش توش، عشق می‌اومد بیرون. کافه‌ای که سوال می‌رفت توش، جواب می‌اومد بیرون. شما اولین خواستگار من هستین. جدا؟ دنبال یه نفرم که متعهد باشه. متعهد چرا؟ آقا متعهد نه متعهد. چی؟ نمیخوام جلو چشم باشه. به من میگه دوست دارم از سر کار بیام چایی بذاری جلو من. عهد خارقالک میذار. بابا چایی میذاره چایی بذاره. خب چایی نذار. قهوه بیار. نسکافه بیار. دوستم بچه از من میخواد. چهار تا که چیزی نیست که نه. سلام. سلام. ممنون. در مورد تقدیر قبلا براتون صحبت کرده بودم نه؟ یادتون نیست؟ واویلا واویلا یعنی همه چیز چپتیه؟ یعنی هر چی که تو میگی برعکسش درسته؟ یاسی پس اون همه دوست دارن چی میشه؟ من قرمه سبزی خیلی دوست دارم، عاشق قرمه سبزیم. من قیمه. من ریالیم. من بارسا. من اصولا آدم شادیم. من افسردم. من اصلا به پول اهمیت نمیدم. من اهمیت میدم. من خونه حیاط دار دوست دارم، یه آلاچیق داشته باشه، بیایم بشینیم تو حیاط با هم حرف بزنیم، صحبت کنیم، صفا باشه. من فقط آپارتمان، فقط آپارتمان. شما جای اشتباهی اومدید، به هدفتون نمیرسید. هدف من ترسوندن شما بود که موفق شدم. وای خیلی داغ بود. نه من از بچگی عاشق چای داغم. چیز چند سالتونه؟ 19. شما از چه رنگی خوشتون میاد؟ سولباس یا کلی؟ یا کلی نمیدونم. منم نمیدونم چه تفاهمی. کی نامزد کنیم؟ نامزد کنیم؟ آره دیگه. اینکه من هر طرف رو نگاه میکنم اونو میبینم یعنی عاشقشم؟ آره. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. نشنیدی؟ نه. قبل از تو یکی این مشکل رو داشته. کی؟ شاعرش. آه. پکری تازه داماد، این غم عشق چیه که ته چشات زبونه میکشه دایی؟ اعصابم خراب دایی، وضع روزگارم مثل یک کلاف سردرگم میمونه. اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. چی شده؟ بابای سارا داره اذیت میکنه. همه جا هست، یه لحظه تنهامون نمیذاره. اصلا انگار از من بدش میاد، یه حس تلخی تو چشاشه. فکر نمیکنی داری اشتباه میکنی؟ شما که دیدید چقدر با من بد تا میکنه، چقدر بد اخلاقه. من تو صورتش بد اخلاقی ندیدم. نگرانی چرا؟ میدونی دختر مثل گنجیشک میمونه، کوچیک و شکننده. یه نگاه تلخ، یه صدای بلند، یه لحن بیمهر دل نازکشو میشکنه. آدم یه عمر زحمت میکشه، ازش مراقبت میکنه، مواظبت میکنه، نمیذاره باد آفتاب پراشو به هم بریزه، نمیذاره مهتاب روحشو افسون کنه. بعد اما یهو یه آدم غریبه میاد میگه من گنجیش که تو بیشتر از تو دوست دارم. من که نگفتم که
سارا رو از آقا رسول بیشتر دوست دارم. نه من نگفتم تو اینو گفتی، تو تقصیر نداری. من فکر میکنم به آقا رسول باید فرصت بدی. داره دخترشو میفرسته خونه بخت، ترس داره، دلغوره داره، نگرانی داره. آقا داره دخترشو میفرسته کجا؟ خونه کی؟ فرصت میخواد دیگه. شما نفست معجزه میکنه دایی. چقدر دلم آروم شد. هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. انگار از وقتی اومدی اینجا حال گلا بهتر شده. حال خودم هم بهتر شده وقتی حال اینا بهتر شد. حالا تازه مونده کار دارم من با اینا. خدا نمیده بهت سنگین باشن. آخه سنگیناش هم میاری. آخیش چی شد؟ مگه تموم شد؟ تموم نشد، ما خسته شدیم. بیا بشین آقا. پاشو ببینم خسته شدی چیه؟ مگه کور کندی؟ دو تا دونه گلدون برشتی آوردی که پاشو ما خسته. این دستا رو ببین، اینا سنگین تر از کتاب بلند نکردم تا حالا. چرا اینقدر دستات ظریفی؟ خجالت بکش کار کن، دستی مرد باید زیبر باشد. چرا خوابیده این دستت حالا؟ خسته شده بود. بچه ها خسته نمشید. چجارتون بفرمید. بچه ها ببخشید. من اینو بکنم. الو. سلام امیر جان. من دستم من بود تو کل خونه. دست. چرا عصبانی هستی؟ میگم کار داشتم. چرا باید جوابتو ندم؟ امتا زنگ زدی با من دعوا کنی؟ یه دقیقه گوش کن، دارم به توضیح میدم. من داشتم گلدونا رو جابجا کنم. امیر، سلام امیر. صاحب این گلا کیه؟ صاحب این گلا کیه؟ تو شریک گرفتی به من نگفتی؟ من نباید بدونم تو کجا میری، کجا میای، تو این خراب شده چه غلطی داری میکنی؟ حرف نداری، الان چند وقت با اینه داری کار میکنی؟ بگو. خیلی وقت نیست، امروز رسمی شروع کرد. غیر رسمیش کی بوده؟ شریکت کیه؟ شریکت کیه؟ منم، اسمم سعید گلاب. تو شریک اینی؟ خیلی خوب، خیلی خوب. من برات به کارتون برسم. من برات دارم. چه اینجوری میکنی جلوی اینا؟ حالا پدرتون رو اندام. باشه بیبری. حالا اینا الان به خاطر من دعواشون شده یا همیشه هم اینجوری هم؟ نه، اینا عادتشان هم سعید، همش ما هم یک دوم میکنیم، کار به شما ندارد. همیشه که دعوا نمی کنم، من در جریان رابطه شون هستم، بعضی وقت هست. چیگونه هست دیگه؟ این گلخانه درجه یکترین گلخانه ایشاره. شما یک گل مرده رو بیار بذاری یک روز در اینجا خونچه میکنم. حالا یک کاکتوسی بیبا بذار در دفتر خانم سارا، سر پژمرده میشم میپلاسه. نه بابا. چرا آخه؟ برای که آقا امیر همش زنگ میزنه، پیله میکنه، تلفن میکنه، از پشت تلفن میخوام با هم بوکس بکنم. این دوش نمیده، اون دوش نمیده. دوش نمیده، اون دوش نمیده. جوری میشه. یعنی اینا دعوا میکنن این گلا خوش میشن؟ آره. گل یک جوری است که متوجه میشود. شما بهش نیکی بکنی متوجه میشود. او را دوشنام بده متوجه میشود. آقا سعید در امر گل درجه یک است. آقا سعید توضیح بده براشون. بگو چه جوری است گل. اینجوریه؟ هر شود که گلهای بنده موقعی که دعواشون میکنم خب بله ناراحت میشن، قهر میکنم، برش باید خیلی بیشتر بهشون محبت کنم، رسیده ای کنم. اما موقعی که دو نفر جلوی گلهای من دعوا میکنن خیر، خیلی براشون اهمیتی نداره، نگاه هم حتی ممکنه که نکنن. یعنی نمیان وسط جدا کنن؟ این کتاب نمک شناسی رو شما آخرین بار کی مطالعه کردید؟ جدی خیلی بامزه. الان اینجا جای آقا سعید جدید. شما الان سخره کردی منو مسخره میکنی؟ نه سخره کردی؟ شما دستات چه جوری؟ اشکالی نداره آقا سعید، شما مسخره کنید بخندید، سونامی در گری این دوتا وقتی شما را گرفت متوجه میشید که چی خبر است. آله بیا اینجا، آله بیا ببینم. پرمنم بابا کجا بود؟ آرومش بچه ببخشید. چی شد عزیزم؟ چی؟ من مجبورم اینجا رو تعطیل کنم، یعنی کل خونه رو مجبورم کلن جمع کنم. بهم گفت بین کار و رابطم باید یکیش رو انتخاب کنم. واقعا ببخشید، مگه میدونستم اینجوری میشه نمیگفتم گلاتونو بیارین اینجا. حالا
دو سه روز بهتون فرصت میدم جمع کنین از جا بدید. چی میخوای سرتو مثل زرافه کردی تو نگاه میکنی؟ اوهی چیه؟ دارم نگاه میکنم دیگه. من باغ وحشه؟ نه موزه است. چی میخوای؟ چند طبقه است اینجا؟ به تو چه؟ سه طبقه است. چند نفر زندگی میکنم؟ 24 نفر. تو چی کاره ای؟ آقای مهندس با دخترشون. امکاناتش چیه؟ تو چی کاره ای؟ فضولی؟ همه چی داره؟ استخ، سونا، جکوزی، تو هر طبقش هم یه دونه آسانسوره. آفرین. نم پس نمیدی یا؟ معلومه نگهبانم، حواسم جمعه. من فکرم سرایی داری. نه خیر، نگهبانم. از ایناست که صبح خوابیار میخورم؟ چه شوخیات عجبه. نه خیر، آلوورا میخورم. به تو چه؟ ببین، برو خونه. تو برو. الو دانیان، چطوری؟ خوبی؟ من دو قدمی بهشتم دنیا، آخر دنیا. آره بشین میام مغازه. بشین. خداحافظ. موتور مال خودته؟ به تو چه؟ آره کاسکت تو بذار. نمیخوام. چی کاره ای؟ اسمت چیه؟ به تو چه؟ مسعود. مسعود چی؟ به تو چه؟ حقی. آره آفرین. ببین من حال تو رو میگیرم. برو. ادبت میکنم. تو خودت بیادبی. سلام. ده. سلام آقا کاوه، چطوری؟ سلام خانم. سلام، خوبم. خانواده خوبم. همه خوبم. ببخشید من دیر کردم. همش با شما زحمت میکنم. امید چطوری؟ سلام، خوبی؟ خوبی. این چند دست رو من از رفیقام گرفتم. هم جنس پارچهش خوبه، هم طرحش عالی. اصلا مخصوص مراسم عقده. شما انتخاب بکنین، کادوی من به شما. نفرمایید. آقا شرمنده اون کردیم از شما رسیده. خواهش میکنم. خیلی لطف میکنین. بس دانیال تو اینا رو بپوش ببینیم چه جوریه. باش. خب چطوری؟ من به سلام. خواهش میکنم. واقعی بپوشم؟ آره دیگه. بفرمایید. الان میپوشمش.
دانیال خیلی از سلیقه شما تعریف میکنه. فوق العاده است. به خودم. دانیال بهترین رفیق منه. چطورم؟ خوبم؟ نه. اصلا نه؟ اصلا بهت نمیاد. چرا؟ خب حالا اشکال نداره. یکی دیگه. یکی دیگه باشه. جلی قشنگ. قشنگ بودا. آره جلی قشنگ بذار اول بکوشم. دیگه اینقدر دانیال از شما و دوستاتون تعریف کرده. من خیلی دوستم همه رو با هم ببینم. دانیال بهترین رفیق من. اون اینو در نیاوردن. کار نمی کنی. بیا بپوش. ممنونم. بچه ها چطورم؟ عالی. فوق‌العاده است نه؟ خودم آقا دانیال ببینمت. این خیلی قشنگه. خوبه؟ خیلی بهت میاد. آره قشنگ سایز خودته. مبارک باشه. خسته نباش. جناب درود. بفرمایید. کجا تشریف میبریم؟ میخواستم آقای کاشفی رو ببینم. آقای دکتر؟ آقای دکتر که بله بله. کارت شناسایی لطفا. بله. بفرم. سپاس. بله. متشکرم. سپاس. این سب نشد. نه موضوع چیز دیگه، من بستگانشون هستم. از بستگان بله، بله، بله. متاسفانه نمیشه. حالا شما تماس بگیرید بگید کاوه اومده. آقا کاوه بله. ببخشید اصلا نمیشه چون تو جلسه هستن. اصلا نه. سپاس. خوش اومدید. بفرمایید. سپاس. اتفاقا شما خیلی شبیه یکی از دوستان من هستین آقای حقی. من حقیم. چه جالب. شما مسعوده. من محبوبم داداشم مسعود. خیلی خوشبختم. قربونتون برم. سلامت باشین. سپاس. بذارید من یه زنگ بزنم بهم. نه نه. خیلی خوشحال میشه. اجازه بدید بفهمه دوستش اومده اینجا اینقدر خوشحال میشه. یه دقیقه بذار. من بهش زنگ بزنم. آخ. رد تماس. عالی شد. خیلی خوشحال شدم. سپاس. جناب بفرمایید. بستگان هستم. آقا مسعود. قانون نمیشه. هیچی. خیلی خوش اومدی. بفرست نباش. سپاس. درود. درود. بر بابانی جان. من یه سرویس برم برگردم. حواست باش. داداش. بله. چه لحظه بیا. بفهمید. اینا مال اینجاست؟ بله. شما سفارش داده بودید؟ بله بده من. بفرمایید. دست در نکن. قربانه. خدا پدرتون روزی صد بار اتاقا رو بالا پایین میکنم تا صاحبشون پیدا کنم. خیلی خوب. بفرم. داداش 200 سوم میشه. اگه حساب نکردم. جان نه. بگی. چه خبر 200 تومن؟ آقا. کجا پیتزا آورده. کجا؟ پیتزا. زود برگردیم. بله. باشه.
ببخشید. سلام. سلام. من میخواستم آقای کاشفی رو ببینم. وقت قبلی داشتی؟ وقت قبلی که نه، ولی کار مهمی باهاشون دارم. الان که جلسه دارن، میتونین اینجا منتظر بشینین، کارشون که تموم شد برین داخل. چشم. گل پسر عروسک بابا، یه دهن واسه دایی بخون. دستم تو دست یاره، قلبم چه بیقراره. بله خب بسته ببینم. عالی بود. آخه این چه مهمنا چی این میخونه؟ این چه جریبریه؟ اسفندیار برای دایی جونت بخون. بخون مامان جون بخون. کلا تو از سر لسنجار بخون ببینم. حس میگیره. آزاد شدم، خوشحالم ننه. ایشالله آزادی قسمت همه. آزاد شدم، چشمامون تره. ایشالله بیرون دنیا بهتره. آزاد شدم، بیا بغلم. همه جلو رفتن و من همه عقبم. آزاد شدم، بگو به منم. وایسا ببینم. آقا این چه مهمنا چیه؟ این بچه جدی بابا شاهنامه گلستان سعدی این لاطاله چیه؟ شهرونده رستم، خب ما که صبح تا شب کاوداری خدمت خودتونی، دستپخت دخترتونه. بله بریم رستم خان. دکمه رو بکن ببینم. دکمه رو بکن. باش. این چیه تمیر خانم؟ کچلواره؟ آخه این پول چیه؟ کچلواره؟ میدونم رستم خان. این چیه آخه بچه خرچی؟ تو قرار سهراب این رستم باشی؟ اندامی کمر تنگیه. آخه اینا مدلش اندامی مد روز اروپا است. آقا اونا که ما رو نمی‌شناسن دیگه. این بچه چقدر قرتیه. همین خانم بس سنگی چا چلی می‌کردی؟ رستم خان دهه 70 ان کاری از من بر نمیاد. قشنگ نیست. آخه گفتم اون کوچلوار شما رو برای خواستگاری‌ها پوشیدم دیگه، این سانسو گذاشتم برای این کوچلوار که می‌ریم عقد می‌کنی با این کوچلوار بریم. بذارید این تنم باشه. خواهش می‌کنم بابا دیگه بریم دیر شد. دکتر کاشفی خیلی از شما تعریف کردن جناب راد. محبت دارم. این پروژه خیلی برای دکتر مهمه. این هم هست که یعنی فردا این رو میز منه. خیالتون راحت باشه. نه من روشن چشم، این نور سفید اذیت میکنه. ببخش. بله 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 الان میان خدمتتون. بفرمایید تو. هر طبقه قشنگتر میشه. سلام. سلام. قرار داشتیم با آقای دکتر؟ قرار که لازم نیست فکر کنم، من از بستگانشون هستم. بله، آقای کاوه رسولی. تابلو به موقع به دستتون رسید؟ همون تابلو که از گالری خانم کاشفی براتون فرستاده. اوه بله بله، اتفاقا خیلی هم تابلوی زیبایی بود. منم عاشق سبک امپرنیوتی هم. مهم نیستش، فقط قیمتاش یکم پایین بود. بله خیلی لطف کرده این قربون، شما مختصیم. خیلی لطف کرده. شرکت زیبایی دارینا، معماری عالی. حالا به تو خبر بدم، به منشی میدم که تو خبر بدم. قربان شما. سلام آقای دکتر، ایشون ظاهرا با شما قرار داشتن. یورتی دیگه بفهم بایچست. بچه پارو یاره بشین.
میشنوم. خب اول باید تشکر کنم ازتون، خیلی ممنون که به من وقت ملاقات و صحبت دادین. بعدم اینکه یه عرض خاصی دارم باید خدمتتون بگم. ببین پسر جون، من 3 سالی ازم گذشته، کاسبم، از کف بازارم شروع کردم، زیر و بم زندگیم خوب بلدم، همه جور آدمی دیدم، همه جور اتفاقی هم از سرم گذشته. آدم که جلو میشینه تو چشاش که نگاه میکنم تا تهشو میخونم. الان من میدونم تو واسه چی اینجا اومدی، میدونم واسه چی اون شب اومدی، میدونم واسه چی پریدی وسط خیابون، حتی میدونم واسه چی از نگار خوشت اومده. آدم ها که همه مثل هم نیستن، خب فرق دارن. فرق تو به بقیه چیه؟ ها؟ من عاشقم. اونی که همه هستن. یه چیز دیگه بگو. آدم خوبی هم هستم. 30 ثانیه بهت وقت میدم تا بتونی منو متقاعد کنی که گزینه مناسبی بر نگار هستی. اگه تونستی که هیچ. وگرنه میدم لای محصولات اینجا بسته بندیت کنن تا مادرت از قفسه بقالی سر کوچه پیدات کنه. آماده ای؟ برو بریم. وقت داره میگذره. حرفی نداری؟ من هر حرفی بزنم از قبل باختم، چون شما تصمیم نداری منو قبول کنی. الانم بازنده ای. من به آدمی که نتونه خوشت تو 4 خط معرفی کنه دختر نمیدم. تو هویت نداری. خب شما هویت من باش. شما به هم بگو چی کار کنم، به هم جواب بله بدی. آدم باهوشی هستی. هوش نقطه ضعف منه. همیشه آدم های باهوش منو تحت تاثیر قرار میدن. خب من هر کاری شما بگین انجام میدم. بالاخره شما پدرشی، بعد دخترتون رو که نمیخواین. من میتونم چشامو ببندم، خودم و زندگیمو با اطمینان بسپارم دست شما. میدونم که شما بهم رکب نمیزنی. ما نقطه مشترک داریم. بعید میدونم. نگار نقطه مشترک ماست. تو از نگار من چی میدونی؟ جز اینکه عاشقشم هیچ. همسر سابق من قبل از اینکه نگار 7 سالش بشه و از نظر قانونی تحت تکفل من قرار بگیره، اونو با خودش برد فرانسه. نگار تو 18 سالگی با یکی از این اروپایی الدنگ برخورد و یکی از همینایی که همسن و سال خودش بود. علارغم میل باطنی من و مخالفت من باشه ازدواج کرد. من از فاصله دور هر شب صدای سیلی که به صورتش میخورد و میشنیدم. 7 تا مملکت رو به همدیگه دوختم تا بتونم بالاخره طلاقش رو بگیرم. دختر من صحیح و سالم رفت، ولی له و داغون برگشت. نگار من همه زندگی منه. با تمام وجود تا آخر عمرم ازش مراقبت میکنم. من درکتون میکنم، خیلی متاسفم. شرایطتونم هر چی باشه قبول میکنم. پسر جون خوب گوش بده من چی میگم، شاید بخوام گوشتو ببرم. پس گوش کن، دار و ندارم مال دخترمه، همه چیم، ولی مال دخترم نه مال تو. اینو آویزه گوشت کن. من نمیذارم بیای همه چی رو بالا بکشی بعدشم بزنی به چاک. تا وقتی با دخترم خوب باشی تو ناز و نعمت زندگی میکنی، اما اگه پاتو کچ بذاری به خاک سیاه میشونمت. یعنی میخوام بدونی که میتونم این کارو بکنم. آدم مهربونی اما، ولی وقتی موضوع دخترم باشه اون وقت تبدیل میشم به جانی بلفطره. پس خوب حواست باشه. من از شما، از پولتون، خونتون، ماشینتون، مال و منالتون هیچی نمیخوام به جز نگاه. خوبه از این حرفا زیاد بزن، خوبه که بلدی، ولی به من نه، به نگار.
الان هم نه، بعد از ازدواج. هرچی من بیشتر تو رو دوست داشته باشه، پیش من بیشتر عزیز میشی. متوجه ای؟ خب از لحظه که دخترم بهت بله رو بگه تا زمانی که زنده ای، چشم من روته. هر جا که بری، هر کاری که بکنی من میفهمم. خیال کن که همیشه زیر یه دوربین زندگی میکنی. بله آقا. یه قرار میذاریم با پدر مادرت بیاین. پدر مادرم چی؟ ایران نیستن؟ چرا هستن؟ چشم چشم. از توی لاغبا معلومه که پدر پولداری نداری. برام مهم نیست. برام فقط منش آدم مهمه، نه روش زندگیشون. بله، هر طور شما صلاح بدونی. خیلی خوب، وقتمو زیاد گرفتی. فعلا برو تا بعدم برای خواستگاری خبرت کنم. با اجازه. ببخشید. ولی من اگه جای تو بودم بیشتر به این وصلت فکر میکردم. زندگی زیر دوربین من خیلی کار آسونی نیست. منتظر خبرتون هستم. از من بعید بود ولی عاشقت شدم. از تو بعید نیست جهان عاشقت شد. نقاشو بگو که نقش خوشگل بزند، در نزد ستاره ماه و کامل بزند. هر کس که نشاط و شور و شادی دارد، باید که برای سارا خانم آقا دانیال سهراب، آقا سهراب دست بزند. ماشاءالله. در عروس خانم، دوشیزه خانم، سارا خانم، آیا بنده وکالت دهید شما را به عقد دائمی آقا دانیال سهراب در بیاورم؟ آقا سهراب در بیاورم؟ عروس رفته گل بچینه. برای مرتبه دوم میپرسم، عروس خانم، دوشیزه خانم، سارا خانم، آیا بنده وکالت میدهید شما را به عقد دائمی آقای ماهداماد آقا دانیال در سهراب آقا سهراب در بیاورم؟ عروس رفته گلاب بیاره. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبهندیشان به زیبایی رسند. آنقدر زیباست این بیبازگش، که از برایش میتوان از جان گذشت. امیدوارم که زندگیتون سراسر شادی و مسرت و زیبایی باشه و کنار همدیگه خوشبخت سیر زندگی کنید. ایشالله. برای مرتبه سوم میپرسم، عروس خانم، دوشیزه خانم، سارا خانم، آیا به بنده وکالت میدهید شما را به عقد دائمی، همیشگی و ابدی ماهداماد شاخ شمشاد آقا دانیال سهراب؟ آقا سهراب، بله ببخشید، سهراب خان، با مهریه معلوم و شروطی که امضا فرمودید در بیاورم؟ آیا وکیلم عروس خانم؟ با اجازه بزرگترا. بله. آقا سهراب خدمت شما، لطفاً از این بالا تا پایین امضا فرمودید. آقا دانیال بفهم. سهراب. همه اینا رو من باید امضا کنم؟ بله لطفا امضا فرمایید. اول شما، بعد عروس خانم. بله چشم. بعد نخونم؟ چرا، بخونین. میدونین امضا نکنین؟ نمیتونم.
بله. ازتون دارم یه سوال. لیاقت کیه تو این جمع نفر بعدی بشه دوماد؟ بین شما پیرپسرا دیگه. پیرپسر چرا؟ مگه چند سالمونه بزرگوار؟ شاید ریشات بلند پیره ولی ریشه ها جوونه و جویای نام. جویای نام. بچه من خسته شدم دیگه، واقعا جدی جدی شدم عکاس مجالس شما دیگه، خسته شدم واقعا، نمیتونم دیگه عکس بگیرم. گفته باشم آقا کاوه خواستی ازدواج کنی برو خودت، من چند تا بهت آتلیه معرفی میکنم، برو قرارداد ببند، واقعا دیگه نمیتونم. شوکا خانم، حالا عروسی منم خیلی دور نیست، شما یه دونه رو انجام بده. نه واقعا نمیتونم. آبا ولش کن، شلوغش کن، خودم میام با موبایل عکس میگیرم از عروسی. آره ماها با موبایل هم چون هست. نه واقعا نمیتونم، نه کلوهام نمیتونم، نه عروسی من نه ممنون، نه 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 دستتون درد نکنه. یاسی بایسته، من یه دونه برای یاسی برم. همش برای یاسی، همش برای یاسی. باید اینو بدونید که یک وقت حرکتی نکنید که من از اعتمادی که به شما کردم پشیمون میشم. مبارکه، خیلی مبارکه، الله پایین چیزی خیلی خوش مرد، خیلی خوش مرد، خیلی خوش مرد. آرش جان، آقا کاوه کو؟ کاوه براش یه کاری پیش اومده. دلخوش رفت. یعنی چی دلخوش رفت؟ نه از چی دلخوش رفت؟ نه دلخوری نداشت، هرچی میگم من نزدیک دیدم. نه 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 دلخور نشد واقعا، یه کاری داشتی شده. آخه بابا ما تدارک شام مگه نه؟ ما از این در خدمت شما بوش کنم. من زنگ بزنم یاسی هم بیا. شعر زیبایی که خوندین از خودتون بود؟ امشب کنار غزل‌های من بخواب دکتر یگورداری. آه افشین عزیز، روح شاد، خدا رحمتش کنه. البته من خودم هم دستی در شعر دارم. بله بله، عجب رسمیه، رسم زبونه، عجب رسمیه، رسم زمونه، قصه برگ و باد خزونه، ایران آدم ها از ما فقط خاطره هاشون رجا میمونه. بریم دیگه. خب کجا بریم؟ بریم دیگه. دیگه هستیم دیگه، هوام خوبه و عشق از من مهر